در مورد نقش تغذیه و رژیم درمانی در گروه های خونی مختلف صحبت کنیم. دومین گروه خونی بعد از او گروه تعلق داره به گروه خونی آ، که در واقع دیگه تو این گروه خونی مردم از حالت شکارچی بودن روی می آوردن به دامداری و کشاورزی و زندگی اجتماعی، و همین در واقع لایف استایل سبک زندگیشون باعث شده که سیستم گوارششون از حالت گوشتخواری به گیاهخواری تغییر کنه. به همین سبب اسید معده‌شون ترشحش خیلی کمه و معده و دستگاه گوارش قلیایی دارن. به خاطر همین زیاد تمایلی به گوشت خوردن ندارن، چون که دستگاه گوارششون تحمل و سختی که بخواد هضم کنه پروتئین های حیوانی رو ندارن. به همین دلیل روی آوردن و بیشتر تونستن انرژی خودشون رو از پروتئین های به جای حیوانی از گیاهی استفاده کنن. چون ببینید معده‌شون تو تولید هیدروکلوریک اسید که اسید معده هستش مشکل داره و یه مقدار ناتوان هست تو این زمینه، و در واقع چون که اینا معده قلیایی دارن ریسک سرطان معده هم تو اینجور افراد زیاد دیده میشه. همچنین اینا به صورت خیلی بیولوژیکی مثلا خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، دیابت، سرطان، به خصوص سرطان سینه رو اصلا به طور آمادگی بیولوژیکی شو دارن. نمیگیم حتما که همه این افراد میگیرن اینا، ولی از نظر ساختار بیولوژیکی دارم عرض کنم خدمتتون. حالا ما تو گروه خونی او گفتیم که خب اینا اگه پروتئین حیوانی بخورن متابولیسمشون افزایش پیدا میکنه. تو گروه خونی آ برعکسه. اینا وقتی که در واقع بیان از کربوهیدرات ها استفاده کنن متابولیسم بدنشون، سوخت و ساز بدنشون افزایش پیدا میکنه. و اینا این گونه افراد بیشتر تمایل دارن غذاهای خالص، سالم و تازه رو بخورن. و مواد غذایی مثل آرد، نشاسته، پاستا، میوه، سبزی و غذاهای دریایی خیلی واسهشون خوبه و به راحتی میتونن وعده هاضمه‌شو دارن. ولی این گروه هم باز مثل گروه خونی او توی هضم و جذب لبنیات یه مقدار مشکل دارن. به طور کلی خیلی قدرت هاضمه سخت تو چربی های اشبا و در واقع پروتئین های حیوانی براشون هستش. مورد بعدی که داره چون اسید معده‌شون پایینه، اینا در واقع سرعت هضمشون هم کنده و همین دلیل باعث احتباس مایعات در سیستم در قسمت ابدومن و شکمشون میشه و یک مقدار صدای غرش و دنای شکمشون به طور مداوم دارن. و یکی از راه‌های رژیم درمانیش میتونه استفاده از روغن‌های در واقع نباتی یا روی روغن‌های خاصی براشون باشه. همچنین دستگاه گوارش این گونه افراد به لکتین هم حساسه. حالا لکتین موجود توی سری مواد غذایی مثل سیب زمینی، کلم، گوجه فرنگی و فلفل. این گونه افراد بهتره از میوه‌هایی که اسیدی هستش مثل مرکبات ترش و یا انبه حداقل استفاده نکنن. ولی میوه‌های قلیایی براشون میتونه مناسب باشه. به طور مثال آناناس درسته کالری خیلی بالایی داره برای مثلا عدید عامیانه که نگاه کنیم، ولی برای این گونه افراد هم سوخت و سازشون رو میبره بالا، متابولیسمشون افزایش پیدا میکنه و به هاضمه‌شون خیلی کمک میکنه. این گونه افراد در خوردن خشکبار و همونطور گفتم پاستا و میوه‌جات هیچ گونه مشکلی ندارن و برعکس میتونه به سیستم گوارش و هاضمه‌شون کمک کنه. سیستم ایمنی حساسی دارن و مثل گروه خونی او یه مقدار به عوامل بیرونی میتونه در واقع واکنش نشون بده، ولی در واقع این حساسیتشون به اون حدی نیستش که بخواد منجر به بیماری های ویروسی و حساس و خستگی های مزمن براشون بشه. همونطور که گفتم در واقع بهترین نوع رژیم برای این افراد برخلاف گروه خونی او رژیم گیاهخواری هستش، یعنی رژیمی که گوشت پروتئین حیوانی حداقل امکان بشه براشون، یعنی به میزان حداقل برسه، سبزیجات، غلات، قهوه اینا رو میتونن به طور کافی و سبمیوه‌جات رو به طور در واقع خیلی حد و مرزی بخورن. ولی اینا که دارم میگم باز تاکید میکنم کیس با کیس متفاوته و 100% برای کسی که گروه خونی آرا داره این موارد نمیتونه صحیح و مفید براشون باشه. همچنین این در واقع به خاطر سیستم گوارشی که دارن تواناییشون واسه جذب ویتامین B12 پایینه و همین سبب کمخونی در اغلب این گروه خونی میشه. کمخونی که مربوط به از نوع کمخونی مگالوبلاستیک هستش که در اثر کمبود ویتامین B12 و اسید فولیک در واقع به وجود میاد.
در سیستم هاضمه‌شون، حالا یکی از عنوانایی هست ما میگیم سویا حد میگه برای هر نوع افرادی، برای هر نوع کیسی مناسب نیست، ولی تو این گونه افراد سویا واسه شون خیلی مفید هستش و حتی میتونه به قدرت متابولیسمشون و هاضمه سیستم گوارششون خیلی مفید باشه و سوخت و ساز شون رو افزایش بده.